بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام بر شما بینندگان عزیز، با ما همراهی بفرمایید با مشروع اخبار نیمروزی. مراسم پایانی 36 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم صبح امروز با شرکت اساتید برجسته و قاریان بین المللی و همچنین قرآن پژوهان و میهمانان شرکت کننده در این مسابقات در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم فهم قرآن و عمل به آن را تأمین کننده سعادت بشر در دنیا و آخرت دانستند و با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های امت اسلامی و بشریت به علت عمل نکردن به معارف قرآنی است گفتند، امروز به لطف الهی در جمهوری اسلامی اقبال مردم به ویژه جوانان به معارف قرآنی و تمسک به این معارف روز به روز در حال گسترش است و همین تمسک به قرآن مایه سعادت، قوت و عزت نظام اسلامی خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با قدردانی از دستندرکاران برگزاری مسابقات بین المللی قرآن، تلاوت قرآن و انس با آن را مقدمه فهم و معرفت قرآنی و همچنین تعمیق معنویت در قلب و ذهن انسان برشمردند و افزودند، بسیاری از کجروی‌ها، بدفهمی‌ها، ناامیدی‌ها، خیانت‌ها، دشمنی‌ها و تسلیم شدن در برابر تواقیت به علت دوری از قرآن و معنویت و معرفت ناشی از آن است. ایشان با تأکید بر اینکه عمل به قرآن زمینه ساز عزت، رفاه، پیشرفت، قدرت، انسجام، سبک زندگی شیرین در دنیا و تأمین کننده سعادت آخرت است خاطر نشان کردند، متاسفانه برخی سران کشورهای اسلامی به دستورات قرآنی عمل نمی کنند و به جای آنکه اشداء علی الکفار باشند، نوکر و دنبال رو آمریکا و صهیونیست ها هستند و به جای رحما و بینهم زمین ساز اختلاف ها و جنگ ها همچون جنگ سوریه، یمن و کشتار صدها هزار نفر از مردم مسلمان شده اند. رهبر انقلاب اسلامی لازمی عمل به قرآن را یاد خداوند و تقوای الهی دانستند و با اشاره به شهدا به عنوان انسان‌هایی که در مرتبه عالی تقوا قرار دارند گفتند، الان همین حرکتی که شما در امداد به سیل زدگان خوزستان و دیگر مناطق می‌بینید، این آموزش شهدای ماست. امروز یه پدیده عجیبی است در کشورها، به این توجه دارید؟ حرکت عظیم مردم از سرتاسر کشور به سمت مناطق سیل زده، حالا خوزستان یه جور، لرستان یه جور، ایلام یه جور، مازندران یه جور، گلستان یه جور، میرن مردم اونجا همراه با جوانهای خود اون محلها، با تنشون، با دستشون، با امکاناتشون، بعضیا با پولشون، با جنسشون، با هدایاشون،
امداد میکنن. حرکت عظیمی را افتاده. اینا در دنیا کم نظیره ها. ایشان این روحیه را نتیجه آموزه ها و درس های قرآنی برشمردند و با اشاره به دشمنی ها با جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. این نفسهای آخر دشمنی دشمن نسبت به جمهوری اسلامی است. هرچه اونها سخت‌تر بگیرن اراده ما قوی‌تر خواهد شد. هرچه اونها شدت عمل به خرج بدهند ما قوی‌تر خواهیم شد. هرچه اونها نسبت به پایبندی ما به مفاهیم قرآنی و معارف قرآنی بیشتر عصبانی بشن ما به توفیق الهی تمسکمون به قرآن بیشتر خواهد شد. ایشان در پایان تأکید کردند ببخشید پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی حجت الاسلام خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان گزارشی گفت 36 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با شعار یک کتاب یک امت و با هدف ایجاد فضای انس میان مسلمانان زمینه‌سازی جهت ایجاد هویت اسلامی واحد در سایه آموزه‌های قرآن و ایجاد فضای وحدت بخش میان ملت‌های مسلمان در شهرهای تهران و قم برگزار شد. وی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در این دوره از مسابقات افزود در رویداد بزرگ قرآنی امسال 329 نفر از اهالی قرآن از 67 کشور جهان شامل مسابقه دهندگان، داوران، مهمانان ویژه و جمعی از اساتید و فعالان قرآنی حضور داشتند. در ابتدای این دیدار تعدادی از اساتید و برگزیدگان مسابقات بین المللی قرآن کریم آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کردند. طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز در بهارستان بررسی شد. نمایندگان با تصویب ماده 40 طرح تبلیغات مرکزی و بررسی تبلیغات استانی را مشخص کردند. به موجب این طرح کمک نقدی و غیر نقدی نامزدها به افراد جرم است. ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس تنها از یک حوزه انتخابیه فرعی امکان پذیر است. نمایندگان همچنین موضع‌گیری مقامات و مسئولان کشور را به نفع یا ضرر نامزدها در انتخابات مجلس ممنوع کردند. اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانونی که سال جاری اجرایی خواهد شد. ما باید این قانون رو به روز می‌کردیم، ضمن اینکه به روز می‌کردیم دغدغه‌های مردم هم توش باید می‌دیدیم. استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی از جمله اصلاحات قانون انتخابات است. اولا مردم هر شهرستانی به کل نماینده‌های همون استان رأی میدن. نکته اول. نکته دوم این که در حوزه‌های انتخابی یک یا دو نماینده‌هایی که بیشترین آرا رو تو استان بگیرند و حداقل 15% آرا در شهرستان خودشون رو بگیرند میان مجلس. در ادامه نمایندگان به این حکم رأی دادن که ثبت نام داوطلبان در دوره جدید تنها از یک حوزه انتخابی فرعی امکان پذیر باشد. داوطلب خودش یا یکی از واردینش متولد محدوده جغرافیایی اون حوزه انتخابیه باشه، حوزه انتخابی فرعی باشه، یا 7 سال سابقه سکونت مستمر در اون حوزه یا 5 سال سابقه سکونت مستمر متصل به زمان انتخابات. انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه. در مسابقه دیگری رسانه ها از درج آگهی علیه نامزدهای انتخابات مجلس ممنوع شدند. شرایط برخورد و رسیدگی به تخلفات داوطلبان نیز مشخص شد. هر گونه فعالیت تبلیغاتی داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود. امروز همچنین نمایندگان در مصوبه موضع‌گیری مقامات و مسئولین کشور به ضرر یا نفع نامزدها در انتخابات را ممنوع کردند. در این حال قرار است که از ساعت 16 امروز در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با حضور رئیس مجلس و برخی از وزرای اقتصادی کشور موضوع رونق تولید در سال جاری
مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام. رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای نیرو، اقتصاد، صنعت، کار و رئیس بانک مرکزی هم امروز برای شرکت در جلسه کمیسیون‌های مختلف میهمان خانه ملتند. همکنون ارتباطی دارم با خبرنگار پارلمانی صدا و سیما آقای دلاوری. سلام آقای دلاوری، از جزئیات این جلسات بفرمایید. آقای حیاتی سلام، وقت بخیر. یک ساعت دیگه جلسه مشترکی با حضور وزرای اقتصاد، کار و صنعت و همچنین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی قرار جلسه مشترکی درباره رونق تولید امسال برگزار بشه. پیشنهاداتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده که اگر دولت احساس میکنه یک جاهایی مقررات زدایی یا همچنین حذف مقررات موازی نیاز هست، مجلس در این باره اعلام آمادگی میکنه. در ادامه قرار در یکی از کمیسیون‌های حساس مجلس، یعنی کمیسیون امنیت ملی، بحث مقابله با اقدامات آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که دو فوریتش هفته پیش مطرح شد، دیروز هم پیگیری شد، ادامه پیدا کنه. این موضوع گفتگویی که با رئیس کمیسیون امنیت ملی داشتم، ایشون گفتن که امروز به نظر میاد که این موضوع نهایی بشه و طرح مقابله با اقدامات آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرانجام برسه و هفته بعد به صحنه مجلس تقدیم بشه تا مجلس درباره کلیات و جزئیات آن تصمیم گیری کنه. البته آقای فلاتپیشه این موضوع هم اشاره کردش که امروز در کمیسیون گزارش نقض حقوق بشر توسط ایالات متحده آمریکا در سال گذشته تکمیل میشه و هفته آینده در صحن مجلس قرائت میشه. نمایندگان در ادامه در کمیسیون انرژی موضوع سر رو پیگیری خواهند کرد با حضور وزیر نفت و همچنین وزیر نیرو تا موضوع خسارت ها و آسیب های وارده به تاسیسات نفتی و زیر مجموعه های وزارت نیرو رو هم پیگیری کنند. به نظر میسه مجلس روز پرکار رو امروز پشت سر خواهد گذاشت. همچنین پیشنهاد شده که درباره پرداخت جبران خسارات به سیل به دو نحو در واقع این امکان صورت بگیره. پیشنهادی که نمایندگان مطرح کردن یا از طریق جابجایی منابع بودجه در سال 98 است و یا تلفیقی از جابجایی منابع بودجه و همچنین صندوق توسعه ملی. خیلی متشکرم از شما آقای دلاوری، خبرنگار پارلمانی صدا و سیما در مجلس. تأکید رئیس دستگاه قضا بر شناسایی و رفع بسترهای فساد در کشور. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به وظیفه همه دستگاه‌ها در سه قوه برای شناسایی زمینه‌های فساد گفت از همه مسئولان به ویژه قضات دستگاه قضایی انتظار می‌رود با شناسایی بسترهای فساد در سازمان‌های اداری کشور و سپردن مفسدین به دستگاه عدالت برخورد عبرت آموزی با آنها شود تا اعتماد مردم به کارآمدی نظام و سازمان اداری کشور روز به روز افزایش یابد. اونی که برای مردم اعتماد آوره این نیست که هر بخشی یا هر مسئولی اعلام کنه در یک جایی فساد وجود داره. این اطمینان بخش نیست. دو امر اطمینان بخشه. یک، به مردم اعلام کنیم که یک بستر فساد در واگذاری یک امتیاز از بخشی از دولت به بخش خصوصی بود و این اصلاح شد. این برای مردم اطمینان آوره. یا یک زمینه از فساد بود، این زمینه اصلاح شد. دوم، خبر این که یک فردی که مرتکب فساد شد به جزای اعمالش رسید و مبالغی که به ناحق دریافت کرده بود به بیت المال برگشت، اینا اطمینان آوره. انتظار جدی بنده به عنوان یک طلبه و مسئول از همه قضات به ویژه قضات جوان آن است که پرونده هایی که روی میز شماست با دقت و سرعت رسیدگی بشه، از هیچ کس و از هیچ کجایی نفوذ نپذیرید، فقط خدا را ببینید و اون چه که قانون به شما حکم کرده. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اهتمام قضات جوان بر رسیدگی به پرونده‌های معوق دستگاه قضا ابراز امیدواری کرد با تلاش شبان روزی قضات و مدیران دستگاه قضایی به هنگام‌سازی پرونده‌های معوق با شتاب بیشتری انجام شود.
بارش ها در مناطق شرقی کشور زمین های تشنه را سیراب، بستر رودخانه ها را خروشان و آبنبارها و چاه های منطقه را لبریز از آب کرد. شدت بارندگی ها در سیستان و بلوچستان باعث طغیان رودخانه کاجو در جنوب استان و قطع شدن محور قصر قند به نیکشهر و ارتباط روستاهای بالادست و پایین دست رودخانه شد. اما به گفته فرماندار قصر قند، با توجه به هشدارهای قبلی ستاد مدیریت بحران، اهالی روستاهای در مسیر سیلاب به موقع کمک رسانی و اسکان داده شدند. مردم و کشاورزان نیز با توجه به هشدارهای هواشناسی به موقع پای کار آمدند. ما امیدواریم که قناتها و چاها آبگیری شوند. الحمدلله نعمت خدای. خوشحالیم این همه آب اومده، باعث خوشحالی مردم قصرقند هم شده، واسه کشاورزها، واسه همه مردم. 13 سالمه تو عمرم همچین آبی ندیدم. شکر امسا سال بسیار خوبی بود، سال پر بارندگی. بارندگی چطور بود؟ خیلی عالی بود، خیلی. سیل باعث آب گرفتگی معابر و برخی خانه ها و قطع برق در برخی روستاهای استان شد که با مدیریت به موقع مشکلات به حداقل رسید. در پی آب گرفتگی و سیلاب ناشی از بارندگی های دیروز، مدارس شمال استان سیستان و بلوچستان، 10 شهرستان خراسان جنوبی و نرماشیر در کرمان امروز تعطیل شد. 100 خودرو سبک و سنگین نیز که به علت آب گرفتگی و شکستگی پل در محور راور دیهوک گرفتار سیلاب شده بودند، با کمک به موقع گروه های امدادی و راهداری از بند سیل رها شدند. با فروکش کردن سیلاب، محورهای ارتباطی در استان کرمان بازگشایی شد. همه مسافران اتوبوس کاشمر یزد هم که در سیلاب محور اشقاباد بردسکن واژگون شده بود، با تلاش نیروهای امدادی نجات پیدا کردند. مدیریت خوب روان آبها در خراسان جنوبی. بارندگی های شدید دیشب و امروز در خراسان جنوبی برخی مردم را گرفتار سیلاب کرد که دیشب در مهمترین حادثه مسافران اتوبوس کاشمر یزد که در محور اشقاباد بردسکن گرفتار سیل شده بودند نجات یافتند. اشقاباد که رسیدیم فشار آب خیلی زیاد بود، اتوبوس توی رودخونه اول خاموش کرد، منحرف کرد و انداختش توی رودخونه. به راننده نگفتن از این جاده نرو، جاده بسته. چرا گفتن؟ به راننده گفتن از این نرو، گفتن راه نمیدونم چیکار. نیروهای امدادی با وجود بارندگی‌های شدید و سیلابی بودن مسیرها، خود را به محل واژگونی اتوبوس رساندند و 9 مسافر و 2 راننده اتوبوس را نجات دادند. اومدم اینجا و بالاخره گفتم میرم بتون یه کمکی بکنم دیگه، اومدم دریغ نکردم کمکم. مسافران نجات یافته سرپایی درمان و در مسجد جامع اشقاباد اسکان داده شد. ما روی برانکار بشینیم تا همینجا بشه. تو سیل گیر افتادیم، ماشین چپ شد، با بچه 6 ماه بعدش تو سقف ماشین نشستیم تا اینکه امدادگر اومدن نجاتمون دادن. همچنین در پی بارندگی های شدید دیروز و امروز در خراسان جنوبی 50 نفر از مرگ حتمی نجات یافتند. دوستان در برای ارتش ماشینشون بار از چادر شده، پتو شده، مواد غذایی شده، آمادن برای حرکت. با توجه به حضور بسیار خوبی که دستگاه های خدمت رسان در مناطق مختلف استان داشتند، با ورود به موقع این عزیزان 1100 نفر امداد رسانی در سطح استان در 48 ساعت گذشته انجام گرفته و بیش از 2000 نفر هم در اماکنی که از قبل در واقع پیش بینی شده بود اسکان داده شدند. با اقدامات پیشگیرانه و حضور به موقع تیم‌های امدادی در خراسان جنوبی، خوشبختانه روان آب‌ها به خوبی مدیریت شده و با آمادگی که از قبل برای مقابله با سیلاب در خراسان جنوبی وجود داشت، خوشبختانه روان آب‌ها تا این لحظه نه تنها تلفات جانی نداشته، بلکه کمترین خسارت به زیربناها و مناطق شهری و روستایی وارد شده. حسین هرمزی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند. رئیس جمهور در تماس تلفنی با استانداران 7 استان بر آمادگی کامل در رویارویی با موج جدید بارندگی ها تأکید کرد. آقای روحانی از استانداران خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی، لرستان و خوزستان خواسته
با بسیج و همافزایی همه دستگاه‌ها و نهادها تمهیدات لازم و ضروری را برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی به کار گیرند. فعالیت قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده نیز با هدف عادی‌سازی جریان زندگی سیل زدگان در وزارت کشور آغاز شد. وزیر کشور مأموریت اصلی ستاد را مدیریت کلان فرایند بازسازی در قالب سیاست‌گذاری، تجمیع، ساماندهی و جهت‌دهی به اقدامات دستگاه‌های مسئول برای اقدامات کارآمد در روند بازسازی عنوان کرد. اما در خوزستان با پایدار شدن شرایط جوی، ورودی آب به سدهای کرخه و دز روند نزولی به خود گرفته. با پیشبینی های هواشناسی درباره بارش های روزهای پایانی فروردین و جلوگیری از وقوع سیلاب، کار احداث و استحکام بخشی سیل بند برای 26 روستا در طول تالاب شادگان آغاز شده. فرماندار شادگان با اشاره به اعزام تجهیزات و ماشینالات لازم به منطقه از باز کردن دریچه های ورودی آب به سمت تالاب خبر داده. دستور تخلیه 3 روستای منطقه نیز داده شده. رئیس ستاد پشتیبانی، امداد و اسکان سیل زدگان خوزستان نیز از اسکان اضطراری 22,000 سیل زده در 26 شهر و حدود 144 روستای تحت تأثیر سیلاب خبر داده. با تلاش تیم اعزامی، تأسیسات آبرسانی روستاهای غرب شعیبیه نیز وارد مدار شده و آب 9 روستا به جز روستای عبدالسید وصل شده. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان نیز از بازگشایی محور ترانزیتی اهواز اندیمشک در مسیر کریدور شمال جنوب از امروز بر روی خودروها خبر داده. در سدهای کرخه و دز دیگر خبری از آوردهای کم سابقه چند روز گذشته نیست. روزانه دبی آبهای ورودی و خروجی این دو سد در حال کاهش است. اما در سد گتوند شرایط متفاوت است. با توجه به پیشبینی هواشناسی و بارش‌های 29 فروردین تا 1 اردیبهشت ماه، دبی خروجی آب به 1700 متر مکعب بر ثانیه رسیده است تا مخزن سد برای این حجم بالای آب آماده شود. در مناطق سیلابی پایین دست کمک‌های امدادی همچنان ادامه دارد. طی چندین مرحله در واقع این مرکز بسته‌بندی و آماده‌سازی هستش. بیج و اقلامی که در واقع دریافت میشه توسط این مرکز نگهداری نمیشه، به صورت روزانه به مناطق آسیب دیده اعزام خواهد. مجموعه نیروی دریایی سپاه با بسیج شناورهای مردمی مستقر در حوزه ماموریتی خودش اقدام به کمک رسانی به مردم سیل‌زده عزیز استان خوزستان نموده. در حالی که آب 9 روستای شعبه شوشتر وصل شده است، شادگان در محاصره آب قرار گرفته است. الان در حال حاضر خونه ها همه محاصره هستند. تمام زن و بچه هامونو بردیم روستاهای مجاور. اعزام ماشینالات و تجهیزاتی که الان ما 5-6 تا دستگاه به قول معروف سازمان و دستگاه اجرایی شرکتون آوردیم پای کار. اما از روز گذشته به صورت رسمی ارزیابی خسارت‌های روستاهای استان آغاز شده است. تا کنون ما در شوشتر شهر گوریه هست که آب خارج شده، تیم‌های ارزیابی ما دارن کار می‌کنن. در دسپولس نقطه روستایی داریم که آب خارج شده، تیم‌های ارزیابی کار می‌کنن. در شوش هم 3 نقطه داریم که آب خارج شده. تقریباً 50% منطقه آسیب دیده رو ما ارزیابی کردیم. آب اومده تا 1 متر و نیم. الان خودمون دور بر دیواراش همش ترک برداشته. همکارای ما مراجعه میکنن، تک به تک به در خونه ها مراجعه میکنن، با سرپرست خانوارها صحبت میکنن، فرم های مربوطه رو اطلاعاتشون ازشون میگیرن و تکمیل میکنن. حجت الاسلام و المسلمین موعظی نماینده رهبری در هرار احمر از اردوگاه های سیل‌زدگان بازدید کرد. از نظر امکانات اولیه فراهم شده است.
و دارن زندگی میکنن، اما نسبت به بعضی چیزها مشکلاتی داشتن، انشالله مرتفع میشه. نیازهایی رو دارن در اختیارشون قرار دادن، ولی بیشتر از این نیاز دارن که ما دست به اصطلاح از دوستانمون میخوایم و همکارانمون که کمک بکنن انشالله به مسائلشون پیش بره. مسیر اهواز به اندیمش که به دلیل سیلاب در چند روز گذشته بسته شده بود دوباره باز شد، اما به دلیل بالا آمدن آب مسیر اهواز به آبادان مجددا بسته شد. اگرچه سیلاب در استان خوزستان نسبت به گذشته در حال فروکش کردن است، اما مناطق سیلابی استان خوزستان همچنان نیازمند کمک‌های مردمی و دولتی هستند. کمک‌هایی که حالا نسبت به گذشته ورود آنها به استان خوزستان از نظم بیشتری برخوردار است. علی علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز. اما بریم به لرستان، جایی که از فردا شستشوی معابر عمومی و خیابانها در شهرهای پل دختر و معمولان آغاز می شود. مدیر کل مدیریت بحران استانداری لرستان می گوید کار تخلیه و پاکسازی این دو شهر از گل و لای با تلاش همه نیروهای امدادی، جهادی و مردمی روبه پایان است و از فردا شستشوی شهرها شروع می شود. کار نصب 10 دستگاه پل فلزی ارسالی از استانهای معین به پل دختر نیز با همکاری ارتش و سپاه آغاز شده. با اینکه 13 روزی از حادثه سیل در برخی از مناطق لرستان می‌گذرد، اما همچنان نیروهای مردمی، امدادی و نظامی برای ساختن پل دختر مصممند. الان نزدیک یه هفته اینجا که کار می‌کنیم برای مردم عزیز پل دختر. جمعیت هلال احمر استان لرستان با تمام توان و تمام امکانات جمعیت در خدمت هموطنان و همشهریان عزیزمون هستیم. امروز با تلاش نیروهای امدادی و مردمی روز متفاوتی برای پل دختری ها رقم خورد. کامل خیابو تا سقف تمام اونها زیر گل بین، یعنی طوری بی وضعیت که ما حتی با پا پیاده هم نتونستیم تردد بکنیم. بعد از چند روز خدا رو شکر سپاه ارتش خیلی کمک کردن و شهر رو پاکسازی کردن. من تشکر میکنم ازش. منطقه گرمسیر برداشت باقالی منطقه شروع شده، اما کمی آن طرفتر از شهر در روستاها هم زندگی جاری است. اینجا کشاورزان پل دختری به رغم خسارت ناشی از سیل در حال برداشت محصول باقلا هستند. آقا خدا قوت. ممنون، تشکر. حدود 10 هکتار زمین کشاورزی دارن که امسال باقلا وینه، الحمدلله الان بخیر برداشت و جمع‌آوری شروع کنیم. صبح ساعت 7:30 بیم سر کار، محصول ما برای بروجر خرم‌آباد میره. الحمدلله امسال بارندگی زیاد بی کشاورزی مو خوبی، ولی آخریا که سیل و ما خسارت زیاده با موزم. امداد رسانی در روستاها هم به اوج خود رسیده و از 796 روستایی که آب آشامیدنی اونها قطع شده بود، دو تا روستا در شهرستان پل دختر و یک روستا در شهرستان دلفان باقی مانده که اونم انشالله ظرف یکی دو روز آینده حتما حل خواهد شد. نیروهای امدادی برای بیرون راندن سوغات سیل از خانه ها و معابر شهر پل دختر شب و روز نمی شناسند. شیفت شبانه ما از ساعت 11 شب شروع به فعالیت میکنه تا ساعت 4:30 صبح. الان تقریبا ساعت 1 بامداد، همونطور هم که پشت سر من دارید میبینید دستگاه‌های راه‌سازی سنگین مشغول کار هستن و این میدان شهید بهشتی که پاکسازی شده و پیش بینی شده تا دو سه روز آینده مابقی شهر هم از گل و لای پاکسازی بشه. مرادی، خبرگزاری صدا و سیما، پل دختر. فرمانده نیروی زمینی ارتش از رونمایی دستاوردهای جدید زرهی، ضد زره و پهپادی نزاجا در روز ارتش خبر داد و گفت امسال در روز 29 فروردین به جای رژه نظامی در استانهای گلستان، خوزستان و لرستان رژه امدادرسانی برگزار می‌کنیم. امیر سرتیب کیومرس حیدری همچنین از تولید انبوه تانک کرار با همکاری وزارت دفاع در سال جاری خبر داد و گفت امروز نیروی زمینی ارتش تمامی تسلیحات مورد نیاز خود را در حوزه‌های فناوری بالگردی، زرهی، ضد زره، توپخانه و تجهیزات مرتبط با یگان‌های واکنش سریع خود می‌سازد و در حوزه ساخت تجهیزات 23 رسته تخصصی به خودکفایی رسیده است. امروز امیر حیدری به مناسبت روز ارتش در یک کنفرانس خبری آخرین اقدامات ارتش در مناطق سیل زده را تشریح نمود. بخشی از نیروی زمینی و ارتش پای کار اومده. فرمانده نیروی زمینی ارتش ابتدا گفت که همکنون 21 یگانی نیرو در استانهای سیل زده لرستان، خوزستان و گلستان حضور دارند. سه قرارگاه منطقه‌ای
و سه قرارگاه لشکری نیروی زمینی درگیر سیل و کمک به عزیزان سیل زده ما هست. یکی از اقدامات مهم ارتش در کنار فعالیت سایر نیروهای مسلح و امدادی بحث فعالیت‌های مهندسی و پلگذاری بود. وسایل زودتر تخلیه کنیم یا مخصوصا خانمایی که موندن تو خونه‌ها را بشه اونا رو با قایق آورد اینجا. پل‌های هجومی و متحرک ارتش و نیروهای مسلح است که این روزها تونسته آلام باشه بر دردهای مردم. اعزام نفربرها یکی دیگر از اقدامات ارتش بود که در همون روزهای اول صورت گرفت. ورود نفربرهای نیروی زمینی ارتش به داخل شهر آقلا هست که مشاهده میکنید برای تسریع در کار امدادرسانی. کالاهای مثل تون ماهی، آب، غذا گذاشتیم یک ساجعتی که برسونیم به مردم. همچنین در زمین تجهیزات خودرویی حدود 2000 خودروی سبک در مناطق سیل زده به کار گرفته شد. قریب به 700 دستگاه انواع تجهیزات مهندسی ما، خودروهای سنگین و سبک راهسازی، خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سنگین راهسازی، پلسازی در حال امداد رسانی مردم هستند. در این مدت بهداری ارتش در قالب برپایی بیمارستان‌های صحرایی در مناطق سیل‌زده خدمات خوبی را به مردم ارائه کرد. تشکر می‌کنم ازشون که اومدن کمکمون. روزای اولی که اومدیم فکر کنم حدود روزی شاید 2000 تا نسخه میومد برامون. الان که خدا رو شکر مریضا تعدادشون کمتر شده. دیشب هواپیمای بوئینگ ارتش حاوی 70 تن اقلام کمکی و امدادی وارد فرودگاه اهواز شد و از امروز کار توزیع این اقلام بین سیل‌زدگان آغاز شده است. از اول صبح که در فعال بودن کارکنان پرواز فنی ما تا دو نصف شب تا این محموله رو به دست هموطنانمون برسونن به صورت شبان روز در تلاش هستن. نیروی دریایی ارتش هم با اعزام غواصا، دستگاه های لایروب و نیز خدمات مختلف به مردم امداد رسانی می کردن. بارگرد های اوانیروز در این مدت با 770 صورتی پرواز نقش بسزایی در حمل مجروحان و امداد رسانی داشت. ما در خوزستان در لرستان تجربه کردیم بر بالای پشت بام ها هم هاور کردن هلیکوپترها که بتونن مصدومی را که بالای پشت بام پناه برده بود را نجات بدن. فرمانده نیروی زمینی در ادامه اشاری هم به تلاش جانانی سربازان داشت. بیش از 8600 نفر سرباز ارتش در لرستان مخصوصا و در بخشی از استان گلستان مبادرت به امر امدادهای خانه به خانه دارن، یعنی خانه به خانه ما میگردیم لایروبی میکنیم. امیر حیدری در پایان این نکته گفت که ارتش تا لحظه آخر در کنار مردم در مناطق مختلف سیل زده است و از آنها جدا نخواهد شد. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما. رشد 5700 واحدی شاخص بورس. شاخص بورس در پایان معاملات امروز مرز 200,000 واحد را رد کرد. در معاملات امروز 2,228,000,000 سهم در 189,403 دفعه معامله شد. نمادهای تأثیرگذار بورس فلزی معدنی ها، فولادی ها، پتروشیمی ها و نمادهای پربیننده بانکی ها، خودروی ها و فولادی ها معرفی شدند. فروش فوری گروه خودروسازی ایران خودرو آغاز شد. شرکت ایران خودرو در این مرحله از فروش فوری محصولات خود دو محصول پژو 405 با قیمت 67,888,400 تومان و پژو 206 تیپ 5 را به قیمت 79,418,000 تومان عرضه کرده است. پیش فروش فوری این شرکت برای چندمین بار در حالی است که خودروهای پیش فروش شده موعد تحویل مهر، آبان و آذر 97 هنوز به دست مشتریان نرسیده است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی آب تأکید کرد بحران سیل باعث شد جلوگیری از تجاوز به طبیعت جدی گرفته شود.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه باید قدردان حضور خودجوش مردم در مدیریت سیل باشیم گفت تقویت تجهیزات سازمان هواشناسی برای بهبود پیشبینی ها ضروری است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت روانسازی فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فساد نیازمند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است. آقای لاریجانی در جلسه ای با معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور افزود در حال حاضر این طرح تا حدی در برخی دستگاه ها و استان ها عملیاتی شده. رئیس مجلس همچنین حفظ وفاق و همدلی را سرمایه‌ای برای تحقق آرمان‌های انقلاب دانست. سامانه تعهد به سیل زدگان کشور طراحی شد. سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت در این سامانه بازاریان و مساجد تأمین کالاهای مورد نیاز و مسکن سیل زدگان را تقبل می کنند. از دیروز یه طرحی رو مطرح کردیم در واقع تحت عنوان جهاد همبستگی ملی. ما یک فراخوان ملی دادیم و عرض کردیم که هر محله در کشور با محوریت مسجدشون، هر مسجد یک مسکن، بیان عهده‌دار بشن و کسبه سراسر کشور هم بیان یک کالای مورد نیاز مردم رو تقبل بکنه. خانم جنین هینس پلاسخارت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در تهران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تحولات عراق به ویژه وضع گروه‌های تروریستی از جمله داعش، موضع خصمانه اخیر آمریکا علیه سپاه پاسداران و فعالیت تحریک‌آمیز برخی از کشورهای منطقه علیه ایران بررسی شد. وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت سال گذشته درباره موضوعات مختلف استادان دانشگاه دیدگاه خود را اعلام کردند که به صورت مکتوب برای رئیس جمهور و معاونان ایشان ارسال شد. منصور غلامی در نشست هماندیشی با صاحب نظران علمی کشور گفت در مباحث مختلف اقتصادی، اجتماعی و بحرانی چون سیل اخیر کشور توجه به علم و پژوهش بسیار ضروری است. تعرفه برق پرمصرف ها از ابتدای خرداد تا پایان شهریور 16% افزایش می‌یابد. سخنگوی شرکت توانیر گفت افزایش 16% تعرفه های برق برای مشترکین پرمصرف علاوه بر 7% افزایش تعرفه برق همه مشترکین کشور است. محمود رضا حقی فام افزود از مجموع 35 میلیون مشترک برق در کشور 27 میلیون مشترک خانگی هستند که از این تعداد 3 میلیون مشترک پرمصرف محسوب می شوند. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دو جلسه قبلی به قرائت کیفرخواست صادر شده سپری و در جلسه امروز دادگاه دفاعیات متهمان اخذ شد. این پرونده بیش از 6000 شاکی دارد. دومینه تغییر هیئت حاکمه سودان به وزیر دفاع رسید. پس از برکناری عمر البشیر، شورای نظامی انتقالی سودان در اولین گام وزیر دفاع را که چند روز پیش مجبور به کنارگیری از ریاست این شورا شده بود بازنشسته کرد. همزمان پس از دیدار کاردار سفارت آمریکا در خارتوم با معاون شورای نظامی سودان نیز این شورا سفرای خود را در واشنگتن و ژنو برکنار و رئیس سرویس اطلاعاتی را هم جابجا کرد. اما پس از برکناری عمر البشیر گروه‌های اصلی معترضان نگران آینده تحولات سیاسی در سودان هستند و اقدام به تحسن در برابر وزارت دفاع این کشور کردند. اتحادیه اصناف سودان هم بر ادامه تحسن و تظاهرات تا محقق شدن اهداف قیام مردم تأکید کردند. اما خبرها از تلاش نظامیان برای برچیدن تحسن معترضان در برابر وزارت دفاع حکایت دارد. سخنگوی شورای نظامی انتقالی هم از گروه‌های سیاسی و احزاب مخالف خواسته با ارائه پیشنهاد در خصوص دوره انتقالی ظرف یک هفته آینده برای انتخاب نخست وزیر مستقل به توافق برسند.
سپهبد شمس الدین کباشی همچنین اعلام کرده حزب عمر البشیر رئیس جمهور برکنار شده این کشور در دوره انتقالی حضور نخواهد داشت. سلام به شما بینندگان عزیز، روز بخیر. تیم ملی جوده ایران 4 روز دیگه عازم رقابت‌های قهرمانی آسیا در امارات میشه. آخرین مرحله تمرینات این تیم در تهران در حال برگزاریه. تیم ملی جودو فقط 1 ماه فرصت داشت تا خودش رو آماده مسابقات قهرمانی آسیا کنه. تیمی که حالا با ترکیب با تجربه و جوان عازم مسابقات میشه. تیم جوانی داریم، بعضی بچه‌هامون در واقع اولین مسابقه شونه تو مسابقات بزرگسالان، بعضی اون اولین رویدادی که دارن شرکت میکنن. تمرینات پرفشاری پشت سر گذاشتیم، الحمدلله به سطح آمادگی که برای این مسابقات لازم بود رسیدیم. البته قهرمان جودو جهان در اردوهای تیم ملی حاضر نشد. آقای مولایی خب تو مسابقات آلمان که شرکت کردن، مسابقات رو من پیگیری کردم، ایشون با سطح آمادگی بالا و 2 برد خوب داشته. خب همونطور که میدونین آقای مولایی رنک 1 دنیا هست و بعد از سفر قطعا 1-2 روز استراحت میخواد که اونم الحمدلله با هماهنگی انجام شده. قراره که 9 ملی پوش جودو جمعه راهی امارات بشن. مسابقات جودو قهرمانی آسیا از 31 فروردین تا 3 اردیبهشت به میزبانی شهر دبی امارات و با حضور 39 کشور برگزار میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما. و 2 خبر از فوتبال باشگاهی در اروپا. اینتر برابر فروزینونه به برتری رسید و لیورپول با شکست چلسی صدرنشین موند. از هفته 34 لیگ برتر انگلیس لیورپول در خانه با 2 گل چلسی رو شکست داد. سادیو مانه و محمد صلاح برای لیورپول گل زدند. شاگردان یورگن کلوپ با این برد و 1 بازی بیشتر نسبت به منچستر سیتی در صدر جدول 85 امتیازی شد. از هفته 32 سری آ ایتالیا هم ناپولی تیم دوم جدول 3-1 کیو رو شکست داد. اینتر هم با همین نتیجه فروزینونه رو مغلوب کرد و در رده سوم قرار گرفت. متشکرم از همراهیتون. امروز دوشنبه 26 فروردین، 9 شعبان و 15 آوریل است. اذان مغرب در تهران ساعت 19:56 و نیمه شب شرعی امشب 20 بامداد است. متشکرم از همراهیتون، خدا نگهدار، تا دیداری دیگر.